خبرهای از سایر نقاط جهان. هزاران فلسطینی امروز در الخلیل در کرانه غربی پیکره میسر ابو حمدیه را تشییع کردند. در این مراسم که همه گروه‌های فلسطینی شرکت داشتند، پیکر وی با مراسم نظامی از بیمارستان شهر الخلیل تا مقبره شهدا تشییع شد. تلویزیون الجزیره گزارش داد وزیر امور اسرای فلسطینی عیسی قراقه اسرائیل را مسئول اهمال در مداوای ابو حمدیه دانست. الجزیره افسود دو نوجوان 16 و 17 ساله فلسطینی در جریان اعتراضات جوانان فلسطینی بر اثر شلیک گلوله نیروهای اسرائیلی به شهادت رسیدند. با بالا گرفتن بحران کره شمالی و آمریکا، ارتش این حکومت از موافقت برای حمله نظامی به آمریکا شامل استفاده از سلاح اتمی خبر داد. در بیانیه ارتش کره شمالی تصریح شده است: زمان انفجار نزدیک است و جنگ در شبه جزیره کره ممکن است امروز یا فردا آغاز شود. از این رو فرماندهی ستاد مشترک ارتش کره شمالی اقدامات نظامی لازم را اتخاذ خواهد کرد. در همین حال به گزارش تلویزیون CNN، پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد به دلیل تهدیدات کره شمالی سیستم دفاع موشکی خود را به خاک آمریکا در گوام می‌فرستد که در 2000 مایلی شرق کره شمالی قرار دارد. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا گفت: ما این تهدیدات را جدی می‌گیریم و در همکاری با چین و دیگران جهت خونسا کردن شرایط در این شبه جزیره هر کاری که بتوانیم را انجام می‌دهیم. همزمان وزیر دفاع کره جنوبی امروز اعلام کرد کشورش قصد دارد موشک‌های دوربرد هوا به زمین سنگرشکن تاروس برای هواپیماهای بمب‌افکن F-15 خود خریداری کند. از سوی دیگر دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان بر لزوم آمادگی کشورش در برابر تهدیدات غیرقابل پیش بینی کره شمالی و رژیم ایران تاکید کرد.